حقارت نفس. متشکرم. خواهش میکنم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم دکتر. احوال شما چطوره؟ خیلی ممنون، مرسی. خانم دکتر من یه سوال داشتم. بفرمایید. من 48 سالمه. مبارک. بعد مدت 12 سال طلاق گرفتم و بچه هامو تنهایی بزرگ کردم و الان بزرگ شدن. میشه گفتش که از جوانب زندگی شغلی و همین اداره کردن بچه ها اینا موفق بودم و توی این مدت های تنهایی ها هر مواردی مسائلی پیش اومد برای یه ارتباط دوم من، زندگی دوم من، هر کدوم یه مشکلی بود و من دیدم همین چیزایی هم که دارم داره خراب میشه و به خاطر این من نکردم این کارو و الان بچه ها بزرگ شدن. ولی باز هم بالاخره موقعیت های پیش میاد و اینا، منتها نگاه میکنم میبینم اکثرا میبینین اون کشش اولیه نیست. حالا من نمیدونم تو این سن میگن آدم نباید این چیزا، ولی نمیدونم اون معیاره که برای یک رابطه سالمه من دوست دارم داشته باشم. حالا دیگه نمیدونم آیا باید شرط سنی یه تغییراتی بذاره روش یا چجوریه. و یکی راجب اون بخواستم دیگه، حالا بذار همین یه دونه. اولین موردی که آدم چه زمینه هایی که برای آشنایی میبینه چی باید باشه و رو اونا توجه کنه. و یکی این که من ساعتهای بیکاری الان بعد از کار خونه و بالاخره کار بیرونی که دارم و اینا، یه جورایی ساعتاشو مثلا من قبل همش با مسئولیت بوده، حالا که بچه هم بزرگ شدن یک جورایی انگار باید بیشتر به خودم برسم، ولی انگار دیگه بلد نیستم. مثلا ورزش کردن برای من یه چیزی خیلی سنگینیه، مثلا وقتی میگن برو ورزش کن خیلی سنگینه، نمیدونم چجوری این انگیزشو تو خودم به وجود بیارم که برم و این برای من یه مقدار سنگینه، نمیدونم چیکار کنم. خب دیگه یه چیز دیگه نداری دیگه؟ همین سه تا بود؟ هم دیگه نه. حالا اول باید ببینی که واقعا در این سنی که به قول خودت بچهاتو بزرگ کردی، از نظر شغلی و از نظر مالی ثباتی پیدا کردی، باید از خودت بپرسی دنبال چه میگردم. من فکر میکنم جای چیزی که تو زندگی شما خالیه، جای یک رفیق، یک شریک زندگی، یک مونس، یک همدم، یک همدل، یک همبال که طعم زندگی رو برای شما شیرین تر از اینی بکنه که الان هست. شنیدن موسیقی با او برای شما لذت بخش تر باشه، سفر با او جذاب تر باشه، خوردن غذا در کنار او لذت بیشتری داشته باشه، به خصوص که به اصطلاح در میانه راه زندگی هستی و دیگه با هیجانات زود گذر راه به جایی نمیبری. حالا یک کسی که این ویژگی ها رو داشته باشه یه انسان بالغه. ویژگی های انسان بالغ چیه؟ ویژگی های انسان بالغ اینه که برای خودش و برای شما هر دو احترام قائله، برای خودش و برای شما آزادی قائله، برای خودش و برای شما وفاداری براش مهمه، برای خودش و برای شما هر دو در واقع پذیرای تفاوت ها که در سنین شما حتما وجود داره هست. یه همچین آدمی ممکنه شما وقتی میبینی تو دلت پروانه به تپش نیفته و دست و پات نلرزه و عاشق نباشی اونجوری، ولی کسیه که به تدریج بهش مأنوس میتونی بشی، اعتماد میتونی بکنی و باهاش دلبستگی های امن رو تجربه کنی. اگر این آدم پیدا شد میارزه که شما از تنهایی بیرون بیای. اگر این آدم پیدا نشد و شما یه نیازهایی مثل نیازهای جنسی داری، میتونی
از هر کسی. نه من خانم دکتر اون تیپی نیستم، میبخشید میونه کلامتون. حالا اون تیپ تیپ بدی نیست که انقدر زودی ترسیدی که بگی من اون تیپی نیستم. شما هم مثل یک انسان نرمال و طبیعی میتونی میل جنسی، نیازهای جنسی داشته باشی، به خصوص که در این سنینی که شما الان هستید با پایین آمدن هورمون زنانه و با برهم خوردن نسبت هورمون مردانتون با هورمون زنانه، یه مقداری تازه تمایلات جنسیتون حالت غیر عاطفی هم میتونه داشته باشه. بنابراین اگر مسئله شما مسئله روابط جنسی هست، اون وقت شما میتونید ارتباطات مطلوب جذاب موقت رو در چارچوب باورهای خودتون، در چارچوب باورهای خودتون، اگه شما یه آدمی هستید که اون چارچوب صیغه است، میل خودتونه. اگر اون چارچوب یک تعهد کامیتمنت، میل خودتونه. اگر اون چارچوب یه نامزدی موقت، میل خودتونه. بنابراین مونس و همدم شما برای این سن و بالاتر باید کسی باشه که اون ویژگی های اولیه رو که گفتم داشته باشه. اینی که شما برای رسیدن به چیزایی که برای خودت خوبه عادت نداری، بهترین کار اینه که یه کوچ بگیری. کوچ یعنی چی؟ اگر از نظر مالی میتونی تأمین کنی، یه ترینر بگیری که ورزش ها رو بهت بیاموزه و وقتی وزنت کم شد و هیکلت خوب شد و من الان میبخشیم میونه کلامتون خواهم دارم که مشکل وزن ندارم، مشکل هیکل ندارم، یعنی از نظر ظاهری من خیلی جوانتر از سنمم، ولی اون شادابی رو ندارم که مثلا ورزش به آدم یه انرژی های خوب میده، مثبت میده، اینه. و اگر نکنم خب در آینده خراب میشه هیکلم. حالا من عرض کردم مشکل وزن داری یا نداری، دلت میخواد ورزش کنی نمی کنی، یه کوچ یا یه ترینر این رو با شما آغاز میکنه تا به صورت عادت برات در میاد و بعد خودت دنبال میکنی و بعد رژیم غذایی و به خصوص در سن شما، شما باید ویتامین مصرف کنید. تمام فرمول های انتای ایجینگ یا ضد پیری ویتامین های لازم رو به شما توصیه میکنه. من خودم الان چند سال زیر نظر دکتر زهیری ویتامین های لازم بدنم رو میگیرم و آزمایش کامل خونی از من گرفتن که بسیارم آزمایشش پرهزینه بود، ولی دقیقا میدونن که بدن من چه کمبودهای جز املاح و ویتامین ها داره که از غذا به اصطلاح دیگه نمیگیره یا جذب نمیکنه. در نتیجه باید غذای آماده بهش بدی تا خیلی زحمت نکشه و خون رو غنی کنه و این یک نوع ضد پیری واقعیه که از درون صورت میگیره، نه از طریق کارهای بیرونی. و گهگاه که بعضی از دوستان به من میگن که به نظر میرسه که مثلا بود من از سنم جوانتر هستم، و بعضی از کسانی که یه ذره روشونم مثل من کم نیست سوال میکنن که آیا جراحی کردی، نمیدونم اینجا تو کشیدی، بوتاکس زدی، چیکار کردی؟ شرافتمندانه من تا امروز که روبروی شما نشستم هیچ کدوم از اون کارها رو نکردم، ولی ویتامین های ضد پیری 5 سال بیشتر هست که مصرف میکنم. اوکی؟ خیلی ممنون خانم دکتر. فقط یه موضوع نه دیگه نه 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 اولیه نه 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 من دیگه به سوال شما پاسخ نمیتونم بدم چون همه خطوط من روشن هست. خیلی ممنون. خواهش میکنم. دوستان سوال میکنن که در اینجا برای سی دی ها وقتی زنگ میزنن خطوط مشغوله، یا ما تنها کاری که کردیم یک خط دیگه هم بچه ها به من اطلاع دادن، یک تلفن دیگه هم گرفتن برای سی دی های ما. اینم یادداشت کنید 949 463 5795، 949 463 5795، یا از روی وبسایت یا این شماره یا شماره 310 701 44 11. تلفن هایی هست که میتونی سی دی ها رو تهیه کنی. بفرمایید دوست عزیز با شما هستم. الو
بفرمایید. بفرمایید خانم. خانم دکتر، می‌خواستم نظرتون رو راجع به یه مسئله بدونم، و اینکه شما به عنوان